من مادر بزرگ پیری داشتم که توی یک خونه قدیمی در یکی از محله‌های پایین شهر زندگی می‌کردیم. همیشه یادم میاد مادر بزرگم تنها زندگی می‌کرد و بابا بزرگم قبل از بزرگ شدن بابام فوت کرده بود. همیشه مادر بزرگم می‌گفت از اونا میان منو قلقلک میدن و منو اذیت میکنن، طوری که حالم به هم میخوره. همیشه یادمه قیچی زیر متکاش میذاشت ولی باز اذیتش میکردن، تا حدی که گاهی میگفت وسایل خونه رو جابجا میکنن و میز رو میکشن این طرف و اون طرف. بهش میگم نکنید ولی گوش نمیدن. من میترسیدم اما چرا دروغ بگم. گاهی مادر بزرگم میگفت چرا موقع نهار صداد میکردم ایستاده بودی و نمیومدی، در صورتی که من ظهر اصلا اونجا نرفته بودم. همیشه دلم میخواست صحت گفته های اونو باور کنم، تا اینکه یک شب تابستون پیشش موندم و توی حیاط روی تخت دراز کشیدم. با وجودی که میترسیدم اما نیروی کنجکاوی بر من غلبه کرده بود. دقیقا روبروی من یک ایوون تقریبا بزرگ و من پایین توی حیاط کاملا ایوون رو میدیدم و مطمئنم بیدار بودم چون از ترس خوابم نمیبرد. کمی از شب که گذشت دیدم یه زن با موهای مشکی بلند که موهاش خیلی ضخیم بود از زیر زمین اومد بیرون. قلبم داشت می ترکید از ترس. از پله ها بالا رفت و دقیقا پشت به من ایستاد. نای حرکت نداشتم و حتی نمی تونستم فریاد بزنم. روی تخت نشستم و فقط بهش نگاه کردم. یادم بود که می گفتن از ما بهترون یا جنها سم دارن. واسه همین من به پاهاش نگاه کردم. به خدا، به اون کسی که همه ما رو آفریده، قسم پاهاش سم داشت. باور کنید به خدا و مامان و بابام، قسم سم داشت. برگشت و به من نگاه کرد و من دیگه نفهمیدم چی شد و از هوش رفتم. روز اولی بود که پامو میذاشتم توی پادگان. پادگانمون وسط کویرهای شهر میبد یزد بود. وسط مرداد ماه بود و هوا خیلی خیلی گرم بود و هر جا رو که میدیدی فقط کویر بود. جو پادگانم خیلی جو سنگین و فوق العاده نظامی تر از نظامی بود. کسی با سربازای جدید حرف نمی زد و بهتره بگم اصلا آدم حساب نمی کردن. سنگین ترین کارا رو دوش سربازای جدید بود. از همون روز اول ورودم به هر کی می رسیدم ازم می پرسید جدیدی؟ می گفتم آره. می گفت بالای برجک خوش بگذره. منم متوجه حرفشون نمی شدم. پیش خودم فکر می کردم برجک یه پست دیگه مثل بقیه پستا. اولش پستای تیمی مثل گشت و نزدیک پادگان رو به هم دادن تا توجیه بشم. تو کل این مدت همه سربازا و فرمانده ها کلی داستان از جن و دیو و ارواح که توی پادگان بود رو برامون تعریف کرده بودن. می گفتن هر چند وقت یک بار یک سرباز اینجا روانی میشه و می فرستنش خونه. حتی چند تاشون معافیت دائم گرفتن. منم پیش خودم فکر می کردم سربازا زرنگن، اینطوری خدمت رو می خوان دور بزنن. یکی دو هفته اینطوری گذشت تا اینکه من با یکی از سربازای نسبتاً قدیمی آشنا شدم و طولی نکشید که رفیق شدیم. ازش پرسیدم داستان برجک چیه؟ گفت تو این پادگان بیشتر از 10 برجک هست. همشون به هم نزدیکن اما فقط یکیشون از همه دورتره
که تقریبا سمت کوههای پشت پادگانه و خیلی ترسناکه. شایع شده اونجا پر از جنه و کسی پست نمیده اونجا جز جدید و سربازهای تنبیهی. ازش پرسیدم تا حالا اونجا پست دادی؟ گفتش آره 1000 بار، اما من که چیزی ندیدم، شاید فقط ترسوها جن میبینن. اما یک شب یک سرباز از ترسش تشنج کرد، رنگش مثل گچ شده بود و زنگ زدن به خانوادش و اومدن بردنش. خلاصه بعد از مدت ها نوبت به من رسید که برم بالای همون برجک خلاصه بعد از مدت ها نوبت به من رسید که برم بالای همون برجک سربازای قدیمی خیلی چیزا تعریف میکردن، اما راستشو بخواین همش به خودم فحش میدادم که چرا اومدم خدمت. بالاخره ماشین رسید به برجک، بسم الله گفتم و رفتم بالا. همه چی با هم بود، بیسیم، اسلحه و فانوس کوچیک. خلاصه تنها شدم و تا جا داشت با دوربین دوروبرم رو نگاه می کردم که ببینم چیزی به چشمم می خوره یا نه. یک ساعت از پستم گذشت، همش خدا خدا می کردم تموم بشه که دیدم یک نفر از سمت کوههای پشت پادگان داره به سمتم. اولش فکر کردم گشته، اما نه، یه پسر جوان با یه لباس خاکستری دقیقا مثل لباس خودمون نزدیکتر شد. میخواستم شلیک کنم اما ترسیدم توهم باشه و دردسر برام بشه. اونقدر اومد جلو که تونستم صورتشو ببینم. خوب که دقت کردم دیدم خودمم. اصلا باورم نمیشد صحنه ای رو که میدیدم. یهو انگار سرم سنگین شد و بدنم نمیتونست سرمو نگه داره. از برجک اومدم بالا، وقتی چشام تو چشاش افتاد دیدم دقیقا خود خودمم. چشمای خون افتاده و صورت سیاهی داشت و یه لبخند شیطنت آمیز روی لباش، زانوهامو سوس کرد و لرزیدم. فکم قفل شده بود، دستام نمیتونست تکون بخوره، فقط چسبیده بودم به دیوار و لبام همش میلرزید. اومد جلوتر، قلبم داشت از جا در میومد. تا نزدیکم شد یه سیلی محکم بهم زد و از حال رفتم. وقتی بیدار شدم دیدم همه دورمن و توی بیمارستان جمع شدن. دکتر بهم گفت حالت خوبه، اما من نمیتونستم حرف بزنم، اشکم در اومد، ولی هر کاری کردم نتونستم حرف بزنم. بالاخره منو فرستادن تهران و بعد از 6 ماه تونستم حرف بزنم و از اونجا انتقالی گرفتم اومدم تهران.